شنوندگان عزیز سلام میکنیم بهتون با یک برنامه خوب و جذاب دیگه از زبان عشق در خدمت شما هستیم. من داریش هستم با همکار خوب مهربون و جوونم ترمه. ترمه جان سلام. منم سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز و شما، امیدوارم که حال همه خوب باشه. من ترمم. ما خیلی خوبیم، شما چطورین؟ من عالیم و امیدوارم که برنامه خیلی خوبی رو پیش رو داشته باشیم. ترمه جان، من میدونم که شما به عنوان نماینده از رده سنی نوجوانان که تازه وارد سن جوانی شدن تو این برنامه شرکت کردید و خودتون آماده کردید، دعا کردید، آماده هستین برای اینکه واقعا ما از تجربیاتتون، شهادتاتون در واقع استفاده بکنیم. بله، خیلی ممنون از وقت و فرصتی که دادین. مرسی از شما که این فرصتی در اختیار من گذاشتید. عزیز هستی. ما طبق معمول عزیزان رو تشویق میکنیم برای اینکه صدای ما رو بشنون. بله. برنامه رو دنبال بکنن. بله. هر قسمتی از برنامه‌ای که می‌بینن حتماً یکی دو قسمت بعدی رو دنبال بکنن تا به یه جمع‌بندی خوب برسیم. ما در این برنامه، در این مجموعه 13 قسمتی، بله، در مورد زبان عشق، زبان محبت صحبت می‌کنیم. بله. که چطور پدر مادرها میتونن از این طریق به نوجوان‌هاشون کمک بکنن، به چه روشی میتونن این محبت رو ابراز بکنن. بله. چه راهکارهایی پیشنهاد می‌کنیم؟ بله. کتاب مقدس چه راهکارهایی پیشنهاد می‌کنه و اینکه چطور میتونن یک جامعه خوب با جوانانی فعال و پویا داشته باشن در آینده. بله، و این برنامه من جا داره که بگم که این برنامه فقط برای پدر مادر هاست و اصلا پیشنهاد نمیشه که زیر سن 16 یا 17 سال این برنامه رو یه سوال دارم نگاه بکنم. شما اینجا چیکار میکنی اگه برای پدر من مادر؟ که خب من 20 سالمه دیگه. من اون سن رو گذروندم. من میخواستم اون سن تو بله، اما قبل از این که بریم سراغ قسمت اصلی و موضوع اصلی برنامه، بله، من یک کتابی هست که میخوام این کتاب رو براتون معرفی بکنم و پیشنهاد میکنم که حتما این کتاب رو بخونید. اسم کتاب هست اگر میخواهید بر روی آب قدم بزنید باید از قایق خارج شوید. جان اورتبرگ این کتاب نویسنده این کتابه و مترجمش میشل آقا مالیانه. و یه چیز جالب راجع به جان اورتبرگ بگم بهتون که این کتاب اگر میخواهید بر روی آب قدم بزنید باید از قایق خارج شوید جان اورتبرگ معروف ترین و محبوب ترین کتاب هاشه، جزو یکی از معروف ترین و محبوب ترین کتاب هاشه. در سال 2002 از طرف مجله مسیحیت در دنیای امروز به عنوان محبوب ترین کتاب سال انتخاب شده و خیلی آه. کتاب خوبیه و پیشنهاد میکنم که حتما این کتاب رو تهیه بکنید. حتما. من اجازه دارم ایسی بگم؟ بله حتما. با توجه به اینکه کتاب رو خوندم، بله، یه مرتبه خوندم، دوباره آرزو میکنم دوباره یه بار دیگه فرصت بکنم این کتاب رو مطالعه بکنم. برادر عزیزمون جان ماها رو تشویق میکنه که بهای رشد رو بپردازیم در این کتاب. یعنی اگه میخوام در یک جمله خلاصه بگم، میگه اگه میخوای بهای رشد رو بپردازی، بله، باید جرأت بکنی و امیدوار به این خدای وفادار از این قایق زندگیت بیای پایین. ما تو این برنامه داریم تقریبا همچین کاری میکنیم. بله. میخوام به عزیزان این شجاعت و این شهامت رو بدیم برای اینکه تبدیل بشیم، برای اینکه عوض بشیم، برای اینکه تغییر بکنیم. بله. برای اینکه صادق باشیم با بچه هامون. دقیقا. اگر جایی اشتباه میکنیم، یادم تو برنامه قبلی میگفتیم اگه جایی اشتباه میکنیم اعتراف بکنیم. بله. هم در حضور خدا، هم پیش نوجوانمون. بله. به اون یاد میدیم با این کار اعتراف کردن. دقیقا همینطوریه. و وقتی والدین یه کاری رو میکنن در عمل، وقتی نوجوان میبینه بیشتر میتونه یاد بگیره تا اینکه فقط نصیحت کنن. بله. یا بگن تو باید این کار رو بکنی. دقیقا. تایم جان، ما بیریم سراغ موضوع امروز که فکر کنم اگه اشتباه نکنم زبان سوم، بله، در واقع عشق هست، لهجه یا ابراز نوع سوم عشق و محبت به نوجوان هست که خیلی، بله، خیلی مهمه. بله. انقدر مهمه که فکر میکنم تو یه قسمت تموم نشه، دفعه بعدی هم در مورد صحبت بکنیم. بله. در مورد وقت گذاشتنه. درست. من یادم چند وقت پیش، میدونی که من یه دختر نوجوان دارم. بله. تازه نوجوان شد بهم نمیاد البته. نه واقعا بهتون نمیاد ولی یه دختر نوجوان دارم و یادمه که وقتی میخواستم برم بخوابم خیلی هم خسته بودم. شب بخیر گفتم بیتا، طبق معمول آداب و رسوم رعایت کردیم برای اینکه برم بخوام. صدا کرد و میدونستم که در پس این صدا کردن یک چیزی نهفته است و خواب رو باید فراموش کنم. و یه سوالی ازم پرسید، نمیدونم چه اتفاقی اون روز افتاده بود تو مدرسه، امیدوارم برنامه رو ببینه بعدم بهم بگه. با من اصلا پسرها رو نمیفهمم.
منم غیرتی. یه سوالی پرسید که شعله های آتش رو. منم که خودم پسر بودم به من مرد بابا با جواب میشه. بعد من برگشتم، حالا جدا از همه این شوخی ها، برگشتم کنار تختش و نشستم و شروع کردیم با هم دیگه صحبت کردم، باش وقت گذاشتم. چش روز بعد نبینه دو ساعت، یعنی مثلا اگه قرار بود ساعت نمیدونم 10-11 باشه، ساعتش 12-1 شب، دو ساعت مشغول صحبت کردن بودیم با هم دیگه. اون حرف میزد، من صحبت میکردم، من سعی میکردم بیشتر گوش بدم. صحبت میکردم، من تجربیات خودم میگفتم، از دختران میگفت، از اون موقعی که ما تو مدرسه بودیم که میگفتیم پسرها شیرن مثل شمشیر، این چیزای ایرانی فارسی واسش میگفتم. و خلاصه با هم دیگه وقت گذاشتیم. درسته. اینقدر این وقت طول کشید که ویدو گفت بابا ببخشید من خوابم میاد، خسته شدم، اگه میشه لطفا تشریف ببرید. من از اتاق بیرون کرد. این مثال فکر میکنم خیلی خوبی باشه برای اینکه من اینا رو تمرین کردم تا یاد گرفتم. از یه دفعه مادرزادی به وجود نیومده. درسته. یه قسمت عمدهش رو خدا بهم کمک کرده. کتاب مقدس این تبدیله و قسمت عمده دیگه‌اش رو بزرگترها بهم کمک کردن. درسته. مشاوری، متخصصین، بله. کتاب‌ها، برنامه‌های از این دست یاد گرفتم که باید وقت بذاریم. اگر می‌خوایم یک رابطه شکل بگیره به قسم درستش، بله. باید با هم دیگه وقت بذاریم و این وقت گذاشتن یعنی که زندگی خودمون رو به اون شخص وقف اون شخص بکنیم. این وقت گذاشتن فقط به این معنا نیست که ما یه سری کلمات و جملات کلیشه‌ای به هم دیگه بگیم. باید وقت بذاریم با هم. مثل من و شما که الان نشستیم اینجا، بله. و با هم دیگه داریم وقت میذاریم و گفتگو میکنیم. نه فقط با هم دیگه، بلکه از طریق این برنامه داریم نیم ساعت از وقت عزیزانی که دارن میشنون، نیم ساعت از این وقت رو به اونها اختصاص میدیم، بله. یا اونها دارن به ما اختصاص میدن، برای اینکه این برنامه رو به پای برنامه باشن، بشنون و با هم دیگه باشیم. این یعنی وقت گذاشتن، یعنی که ما تمام وجود خودمون رو در اون ساعت به اون شخص ببخشیم. بله. یعنی پدر مادر تمام ساعت در واقع خودش رو وقف اون بکنه، تمام وجود خودش رو، فکر خودش رو، در اون لحظه هیچ چیز دیگه ای اهمیت نداشته باشه به غیر از نوجوان. مثل مثلا موبایل، کار، به فکر کار رو معمولا پدرها چون کار میکنن تو لحظه که مثلا دارن حرف میزنن راجع به یک موضوعی همش اخ چکه ما چکه مثلا، نه توجه کن، قشنگ گوش، به قول ایرانی میگن گوش جان بسپار به اون چیزی که داری میشنوی از سمت نوجوانت. من یاد این افتادم که تو کتاب مقدس یه جمله زیبا هست، این حکم طلایی، میگه خداوند خدا با تمامی جان و تمامی دل و تمامی فکر، بله، روح، روان، با همه چیز، درست، با همه چیز دوست بدار، بله، و همسایه خودت هم مثل خودت دوست بدار. یه خبر خوب برای پدر مادرها، نوجوان ما در خونه یا کودکی که در خونه هست بعدا میخواد نوجوان بشه، بله، اولین همسایه ماست. درست. بیایم اون رو با وقت گذاشتن محبت بکنیم. بله، دقیقا همینطوریه. و من فکر میکنم که این چیزی که شما میگین بعضی موقعا همش با وقت گذاشتنه، اون وقت گذاشتنه این نیست که حرف بزنیم، بعضی موقعا یه سری رفتارها، یه سری کلمه انگلیسیش میشه بادی لنگویج، یه سری زبان بدن هست که تو میفهمی که ما تو دوره مثلا توی جمعای خودمون بهش میگیم مثلا تلپاتی داریم. من با مامانم این تلپاتی رو داشتم و میخوام بگم که اون وقت گذاشتنه فقط این نیست که بشینیم و دو ساعت حرف بزنیم. روش‌های دیگه هم داره. مثلا من با مامانم خیلی تماس چشمی داشتم. مثلا اگر توی یه جمعی نشسته بودیم، نه اون تماس چشمیه که چشقره بره به من این کارو نکن، نه. اون تماس چشمیه که مثلا وقتی بحث یه موضوعی میشد که من و مامانم یه چیز خصوصی دو نفره، یه حرف مادر دختری داشتیم راجع به اون بحث، مثلا یکی یه جمله میگفت، من و مامانم فقط به هم نگاه میکردیم، بعد که اون جمع تمام میشد میشستیم تو ماشین به مامانم میگفتم مامان
من اونجا منظورم بود، گفت من قشنگ فهمیدم. یا مامانم میگفت من وقتی اونجا بهت اینطوری نگاه کردم منظورم این بود، من میگفتم مامان من فهمیدم، اینه اون ارتباطه، اینم هست. دقیقاً میگه از خم ابروی یار من متوجه شدم که اون عاشق من است. دقیقاً بعد فهمیدم که نه عاشق من نیست. آره میگن که میگی من میرم فرحزاد. اینا دیگه خیلی ماده جووناست، من نمیدونم. ما اون موقع زمان ما میگفتیم تو مو میبینی و من پیچه شمو تو مو میبینی و من پیچه شمو. دقیقا همین که میگی. یه سری از رفتارها، یه سری از حالا شاید حرکت چشم مثلا تو سکوت اتفاق بیفته. بله دقیقا. و این باعث میشه که ما متوجه بشیم که به همدیگه چی میخوایم بگیم، چه پیغامی رو میخوایم منتقل کنیم. ما داریم تلاش میکنیم که بگیم با وقت گذاشتن پیغامی رو که میخوایم منتقل بکنیم به نوجوانمون این باشه که من در این ساعت اگر 10 دقیقه از حتی بله. تمام فکر و جانم زندگیم همه چیزم از آن توه، به تو میخوام اختصاص بدم. چرا؟ این پیغام غیر مستقیم بهش میرسه، برای اینکه بهش متوجهش کنیم که تو برای من از همه چیز با ارزش تری. بله دقیقا. اگر این پیغام بهش برسه، مخزن عشق، اون انبار عشق، اون جایگاه عشقش، محبتش پر خواهد شد. درست. و اثرات خیلی خیلی مفیدی در آینده خواهد داشت. تشویق میکنم شنونده‌های عزیزو که تمرین بکنن، این رو تمرین بکنن، وقت گذاشتن رو. سخت تو این دنیای پرشتاب و پرسرعت و اینترنت و دنیای مجازی و مشغله و مشکلات اقتصادیش، خانواده ها، پدر مادرهایی که 2 تا 3 تا شغل دارن گاهن، میدونم سخته برای یک دیگر وقت گذاشتن، ولی خونهای ما پر از وسایله، وسایل شیک و ترتمیز. همیشه تلاش میکنیم برای اینکه خونهامون رو به بهترین شکل بسازیم. بله. ولی حواسمون بیشتر باید به داخل خانه های قلب بچه هامون باشه. دقیقا. که اونها رو با وسایل شیک بچینیم. بله. یکی از اون وسایل شیک وقت گذاشتنه. دقیقا. یک روانشناسی هست به نام راس کمپل میگه که اگر تمام توجه خود رو به نوجوان ندی، استرس میگیره. احساس ناامنی میکنه. بله. چرا که فکر میکنه همه چیز از اون مهمتره. احساس ناامنی به رشد عاطفی و روانی او آسیب میزنه. من فکر میکنم که این یعنی این که نوجوان باید حس کنه که توی اولویت اوله، اولویت اول زندگی پدر مادرش باید احساس کنه که خودشه، نه چیزهای دیگه، نه کار باباش، نه غذا پختن مامان یا هر چیز دیگه. دقیقا. تایمی جان بریم یه موسیقی پرستی بشنویم و برگردیم با هم تو استودیو ادامه بدیم. من در این جهان مملو از گناه، دور ز آب حیات و راستی و را، سرگردان و بی پناه و نامی، انتظار که چاره ای گردد پدی، ای منجی توی خدای من، ای سرورم توی شفای من، ای رهبرم توی امید من، مسیح تنها منجی جهان، ای منجی توی خدای من، ای سرورم توی شفای من، ای رهبرم توی امید من، مسیح تنها منجی جهان. اینک از گناه و غم آزادم، بین چگونه در حضور شادم. پس متوجه شدیم که اگر میخواییم نوجوان ما استرس نداشته باشه، احساس ناامنی نکنه، خانه ما خانه امنی باشه، آغوش ما براش بار از امنیت باشه، و ترس رو از رو تا حدودی برداریم، باید حتما براش وقت بذاریم. مخصوصا نوجوانانی که زبان عشقشون اینه. یعنی خیلی ها هستن که شما میتونید با یه شاخه گل، با یه کدیه اونها رو خوشحال بکنید.
یه سری هستن از عزیزان که شما میتونید با یه جمله تشویق‌آمیز زندگی طرف رو عوض بکنی و شاد بشه، خوشحال بشه. بله. یه سری از نوجوانا هستن که باید براشون وقت بذاریم و این از طریق این وقت خودشون متوجه میشه که چقدر دوستش دارید و همین چیزای خوب اتفاق میفته. با هم بودن ترم جان به معنای این که ما یک جا باشیم نیست. این وقت گذاشتن معنیش نیست که ما در یک مکان باشیم. مثلا شما با پدر مادرتون روی یک مبل نشستین، دارین مثلا یه فیلم نگاه میکنین، فیلم یا فوتبال. فوتبال بیشتر مورد علاقه دارین، فوتبال مثلا تیم مورد علاقتون رو نگاه میکنین، درسته؟ بله. و 90 دقیقه هم تموم میشه، شما فریادهای شادی خودتون دارین، تیمتون هم دوتا جلوه، بابام داره از اون و غصه میخوره، خلاصه هیجان هم وجود داره، ولی این به معنای وقت گذاشتن نیست. اون چیزی که داریم در موردش امروز صحبت میکنیم این نزدیکی و مجاورت فیزیکی با هم دیگه نیست. منظور این که در نهایت شما ممکن روی یک مبل بشینید، در یک اتاق به یک برنامه نگاه بکنید، پر از هیجان و احساسات باشه، ولی در نهایت بعد از تموم شدنش نوجوان احساس تنهایی بکنه. بله، درسته. به خاطر اینکه این پیغام رو این پیغام رو دریافت نکرده دقیقا. از پدر یا مادر که در این 90 دقیقه یا فوتبال یا فیلم هر چیز دیگه ای او به من فکر کرده، فقط من براش با ارزش بودم. ببینید ما داریم در مورد رنج سنی نوجوان صحبت میکنیم. کودک متفاوته، جوان یه جوری دیگه فکر میکنه، درسته. ولی ما داریم مخصوص داریم در مورد این رنج سنی صحبت میکنیم. بله، دقیقا همین چیزی که شما میگین و این گفتگو باید کاملا فکر کنم واقعی باشه و من فکر میکنم که دقیقا مثلا من داشتم این تجربه رو که من بابام سینما رفتن رو دوست نداشت، ولی مثلا یه باری با هم دیگه تصمیم گرفتیم که خب بابا با هم دیگه بریم سینما، رفتیم سینما و در طول کل مدت فیلم من با پدرم هیچ کلمه‌ای صحبت نکردم. درسته که قانون سینما اینه که توی سینما زیاد صحبت نکنی، ولی خب یه سری مثلا آدم نقد میکنه فیلمو دیگه وقتی با یکی میشینه فیلمو نگاه میکنه، مخصوصا وقتی اهل سینما و فیلم هم باشی، مثلا میگه این اینجا اینجوریه اونجا، نقد میکنه فیلمو دیگه. و من وقتی که برگشتیم خونه به بابام گفتم که بابا چی شد پس، چرا مثلا چرا اینطوری شد، من اصلا شما فهمیدی فیلم چجوری بود داستانش؟ گفتش که آره دیگه فیلمه که خیلی خوب بود، شما هم که پیش من بودی. گفتم با ولی من اصلا احساس نمی کردم شما پیش منی، من احساس می کردم شما فقط یا داری فیلم رو نگاه میکنی یا اصلا فکرت یه جای دیگه است. بعد گفتش که نه من حواسم به تو بود. ولی منظورم اینه که دقیقا همین چیزی که شما میگین با هم بودن و اون وقت گذاشتن، این نیست که دقیقا جسم فقط در یه جا باشه یا فقط همراه باشی. دقیقاً اون نوجوان باید اینو متوجه بشه که قانون توجه در اون ساعت دقیقاً کاملا رو اونه. دقیقاً اون هستش. بله، نوجوان دقیقاً هستش. یا اینکه لزوما نباید گفتگوی طولانی باشه. بله بله. لزوما نباید مثلا دیدن یه فیلم باشه. اصلا گفتگوی ما گفتگوی طولانی باشه. بله. از اون تو با یه گفتگوی خیلی کوتاه این اتفاق بیفته، اون پیغامه میتونه منتقل بشه. این جادوی سینماست، اصلا سینما هنر هفتم. بله. که شما دست جمعی و گروهی یک فیلمی رو نگاه بکنی و یعنی آدم ها میشنن تو خونه شون نگاه میکنن. بله. چه کاری؟ بریم روی صفحه بزرگ پرده نقره‌ای بشینی، شما با همدیگه بخندی، با همدیگه بترسی، اگر بله. با همدیگه دلهوره داشته باشی، استراب داشته باشی، قهرمان رو دنبال بکنی و از ضد قهرمان ناراضی باشی. این قانون سینما درست میگی. بله. شما جاهایی هستش که آدم دوست داره با هم دیگه بخنده، با هم دیگه شادی بکنه، با هم دیگه عشق بریزه. ولی یه پیشنهادای عملی هم بدیم، مثلا برای رسیدن به یه سینما، تئاتر یا هر چیز دیگه ای توی مسیری که دارن میرن میان بهترین موقع است، فضا بله. است، قدم میزنن چون بله. روی موتورن، تو ماشینن. بله. مهم اون وضعیته نیست، مهم چگونگی انجام دادنشه. دقیقاً که ما چطوری انجامش میدیم. دیروز با یه عزیز صحبت میکردم، میگفتم از یه نویسنده معروف خونده بودم، میگفت اگه من روی موتورسیکلتم نشسته باشم و به یاد خدا باشم، خیلی بهتره از اینی که توی کلیسا باشم، در ردیف اولم نشسته باشم و به یاد موتورسیکلتم باشم. ماجرا اینجاست. بله. که اون داستانی که شما خونده بودین جلسه دفعه پیش، که قلب ما کجاست، فکر ما کجاست. بله.
نوجوان دوست داره اینو بشنوه که کانون، آیا کانون توجه بر او قرار گرفته؟ درست. او مرکز هست الان یا نه؟ از این فکرام نکنیم که او ممکنه لوس بشه، لوس بار بیاد. ماجرا بیمسئولیت بار آوردن بچه هامون نیست، ما اینو تشویق نمی کنیم. یه چیز دیگه داریم در مورد صحبت، در مورد بله. موضوع وقت گذاشتن داریم صحبت میکنیم. درست. برای اینکه یک ارتباط واقعی شکل بگیره. درسته؟ بله دقیقا همینطوریه و من فکر میکنم که پدر مادر بیشتر باید شنونده باشن، چون اگر یه نوجوونی زبونش زبون وقت گذاشتن، زبون عشقش زبون وقت گذاشتن یا حرف زدنه، تو اون لحظه‌ای که دوست داره کانون توجه باشه، من که خودم اینطوری بودم، اگه دوست داشتم کانون توجه مامانم و بابام باشم، حرف می‌زدم حرف می‌زدم حرف می‌زدم که اونا به من بیشتر توجه بکنن، و اگه این وسط هی مثلا حرف منو قطع بکنن یا بگن نه مثلا چرا اینو داری میگی یا مثلا نه حالا باشه، نظر شما اینه که نباید اون حرف رو بزنه یا نباید اون جمله رو بگه، ولی بذارین حرفش تموم شه بعد بپرین وسط حرفش و قطعش بکنین. و بله بله بفرمایید. من خواستم در مورد گفتگوی واقعی صحبت بکنم اگه اجازه بدید. حتما حتما. فقط هم اجازه میدم. بله خواهش میکنم بفرمایید. گفتگوی واقعی که خیلی چیز مهمی هست اینه که ما زبان‌های در واقع مانند زبان‌های دیگه، زبان وقت گذاشتن هم لهجه‌ها و لهجه‌های متعددی داره، مثل بله. زبان قبلی که صحبت کردیم کلام تایید‌آمیز گفتیم بله. لهجه‌های مختلفی داره، یکی از لهجه‌ها همین گفتگوی واقعیه. گفتگوی واقعی یعنی که ما یه فضایی رو به وجود بیاریم که اون فضا محیطی آرامه، درست، به دور از تشنج، به دور از استرس، بله، فضایی که بوی دلسوزی میده، بوی همدلی میده، همراهی میده. در این فضا یک قانون و یک اصلی تمامی این فضا رو باید پر بکنه. یعنی یک شرطیه که قبل از اینکه وارد این فضا بشین باید داشته باشین. بله. و اون چی هست؟ هنر گوش دادن. گوش دادن. نه فقط گوش دادن، بلکه خوب گوش دادن. بله دقیقاً. چیزی که تو این دنیایی که ما داریم زندگی می‌کنیم خیلی خیلی کم پیدا میشه. میگن روانشناس‌ها عزیزان که متخصص هستن میگن در یک گفتگو معمولاً طولانی ترین زمان 17 ثانیه است. برای اینکه طرف صحبت نکنه و طرف صحبت‌های طرف مقابل رو بشنوه. من می‌خوام پدر مادرها تشویق بکنم برای اینکه این 17 ثانیه رو گاهی به 170 ثانیه 1700 ثانیه برسونن، اجازه بدن طرف صحبت بکنه، اجازه بدن بچه صحبت بکنه. بعضی موقع لازمه که ما فقط گوش بدیم. درسته. بعضی موقع لازمه که ما فقط یک شونه باشیم، یک شانه باشیم برای اینکه اون بتونه سرشو بذاره. گاهن بعد از اینکه من دیدم این موارد و زیاد که بعد از اینکه درد دل میکنه یه دفعه ممکنه عشقش هم جاری شه، بغضش هم بتر، که معمولا توی دختر خانم ها شاید بیشتر اتفاق میفته. درست. اونجا یه شونه میخواد، اونجا یه آغوش میخواد. بله. و این آغوش ممکنه مثلا 30 ثانیه طول بکشه، یک دقیقه طول بکشه، ولی ترم این بالاترین و طولانی ترین زمان وقت گذاشتنه. همین یک دقیقه آغوش. درست. همین چند ثانیه عشقای او رو با ارزش دونستن. خدا هم برای ما این کار رو میکنه دیگه. بله. خدا میگه تو کلامش که عشقای تو برای من با ارزشه. بله. اینقدر مقدسه که من عشقای تو رو در یک جام زیبا جمع‌آوری میکنم. در یک بالای بلندی میذارم و به اون نگاه میکنم و به یاد تو و دردهای تو میافتم. بله. چقدر مهمه که ما این الگوی این محبت، ابراز محبت خودمون بکنیم نسبت به نوجوانامون. درست. درد اونها، رنج اونها برای ما با ارزش. چرا زمانی وقتی کودک بودن به محض اینکه داشت میدوید میخورد زمین چجوری خودمون سراسیما میرسوندیم؟ بله. نمیگم پدر مادرها دلسوز نیستن را یا خودشون رو نمیرسونن تو اون لحظه. بله. هر پدر مادر این کارو میکنه، ولی چگونه باهاش رفتار میکنیم؟ ممکنه زمانی که کودک بودن گریه میکردن، خودشونو وابسته ما میدونستن، تو آغوش ما بودن، ولی الان نوجوان شده در نوسان ترد میکنه تو رو. بله. میزنه کنار. حتی زمانی که میخوره چون میخواد استقلال پیدا بکنه، خورده زمین دردش اومده، میخواد بری بغلش کنی پست میزنه. درست. عکس العمل ما چیه در اون لحظه؟ ما داریم در مورد این نکات صحبت میکنیم که اونجا اگر عکس العمل اشتباهی نشون بدیم لطمه میخوره که تا شاید
تا یک عمر نتونیم جبرانش بکنیم. من یه سوالی برام پیش اومده که بله. ممکنه شاید برای یه سری از شنونده هامونم به وجود اومده باشه. ما راجع به کلام تاییدآمی صحبت کردیم که زبان دوم عشق، زبان اول عشق بود. بله بله. که کلام تاییدآمیزه و ما الان داریم راجع به یکی از لهجه های زبان عشق که وقت گذاشتنه داریم راجع به اون صحبت میکنیم. این گفتگوی واقعیه بعضی موقع ممکنه به اون کلام تاییدآمیز تبدیل بشه، یا اصلا فرق این گفتگوی واقعی با کلام تاییدآمیز چیه؟ مکالمه، ما در مورد مکالمه واقعی و گفتگوی واقعی داریم صحبت میکنیم، در مورد کیفیت و چگونگی داریم حرف میزنیم. درست. کلام تاییدآمیز یا مهرآمیز یا با تشویق کننده یا بنا کننده داره در واقع روی اون چیزی که ما به نوجوان میگیم یا به طرف مقابلمون داریم منتقل میکنیم، بر روی اون چیز داره تاکید میکنه. درست. ولی گفتگوی واقعی، وقت گذاشتن، داره در مورد کیفیت و چگونگیش و بیشتر در مورد گوش دادن تا صحبت کردن حتی. درست. تاکید میکنه. امیدوارم جواب باشه. آره، چون من خودم الان برام سوال پیش اومد که ممکنه بعضی موقعا گفتم بعضی موقع این دوتا با هم قاطی میشه، گفتم احتمالا سوال شنونده ها ممکنه باشه. ببین شما مثلا میتونید توی دوتا تلویزیون، بله، دوتا یه فیلمو در دو تلویزیون ببینید. درست. یا با دوتا دستگاه مختلف ببینید، دستگاه قدیمی زمان ما، دوره ما، از اون فیلم ها اونجا میتونید ببینیمش. مثلا میتونیم الان با بلوری و نمیدونم اینجوری کیفیت های بالاتر نگاه بکنیم، همون فیلمه، بله، همون کارگردانه، همون چیز، ولی کیفیتاش با هم متفاوتن. درسته. درست. کیفیت صداش، بله، تصویرش، تصویر. از همه نظر ما بیشتر داریم در مورد کیفیت صحبت میکنیم. درسته. در مورد کمیت صحبت نمیکنیم اینجا. درسته. بیشتر اتفاقا در گفتگو میخوایم تشویق بکنیم که گوش دهنده خوبی باشیم تا صحبت کننده. ترمی جان، من یه کتاب خیلی خیلی کوچیک دارم همراه خودم، اینو معرفی بکنم، به نام امید. شاید به برنامه ما بیاد. در واقع تشویق میکنم عزیزان رو کتابچه امید رو تهیه بکنن. کتابی است که از در واقع انجمن کتاب مقدس ایرانیان در قربت اینو زحمت کشیدن جمع‌آوری کردن. عنوان روشو میخونم، نوشته چگونه میتوان در شرایط سخت که هیچ راه فراری به چشم نمیآید از کلام خدا قوت گرفت و هدایت شد. خیلی به موضوعات خیلی خیلی کلیدی خیلی کوتاه اشاره میکنه. بله. آیه های کوتاه میده که شما میتونید رو تو جیبتون هم حتی داشته باشین و ازش استفاده بکنید. موضوعاتی مثل محبت پایدار خدا جلوتر میره، موضوعاتی مثل خبر خوشی که خدا آورده، آرامشی که در خدا میتونیم پیدا بکنیم، حضور خدا در زندگیمون و درس هایی که از بعضی از مردان و زنان خدا تو زندگی و بچه هاشون میتونه برای ما مفید باشه. بله. پس کتابچه امید رو تشویق می‌کنم عزیزان رو بخونید و عزیزان رو حتما حمایت بکنید. و بریم با هم یک سرود بعدش بشنویم، برگردیم. حتما. پدری دارم آسمانی، پدری دارم که خداست و خدایی چو پدر، پدری دارم که از جنس شب است، لحظه تنهایی، وقت باریدن مهتاب مثل شبنم پاک، از پس خاطرها، لحظه سکوت و پر پروانه ها، گرچه من میگریم، دل او بیتاب است، گرچه من میدانم، دل او بیخواب است، پدری دارم از جنس بلور، از جنس شفافیت هرچه حضور،
هرچه من میگریم از پس پنجره. به به، خیلی هم زیبا، خیلی هم عالی. ترمی جان، میخواییم خیلی سریع به چند رهنمود در رابطه با برقراری گفتگوی واقعی و وقت گذاشتن بپردازیم. درست. یکی از چیزهایی که خیلی مهمه اینه که گوش دهنده فعال باشیم، نه منفعل، نه حرف زننده، صحبت کننده، گوش دهنده فعال باشیم. بله. وقتی که حرف میزنه بچه، به چشماش نگاه بکنیم تا اونجایی که ممکنه، اجازه ندیم هیچ چیزی ما رو منحرف بکنه، به این طرف اون طرف، به بالای سرش نگاه نکنیم، متوجه میشه چون اون دقیقاً به کفشا نگاه نکنیم. من عزیزان میبینم دارن صحبت میکنن، نه فقط به بالای سر به کفش، بلکه از بالا تا به پایین رو نگاه میکنن. و این نگاه تحقیرآمیزه، نگاهی که اعتماد به نفس ممکنه از این بزرگسال هم بگیره. بعضی از بزرگترها اعتماد به نفس ندارن، عزت نفس ندارن، این به خاطر بعضی موقع به خاطر این همین وقت گذاشتن، نگذاشتنش، درست گفتگو انجام نشده. بله. همیشه نگاه از بالا به پایین. آره، این نگاهی که میگید نگاه براندازیه. آره، براندازی. آره، یعنی از بالا نه، یعنی از بالا تا پایینش رو همینطوری برانداز میکنه، هی بالا پایینش رو نگاه میکنه، دقیقاً چکاپ میکنه، اسکن میکنه، اینطوری میره بالا میاد پایین. قلب درست کار نمیکنه الان، معمولا پدرم میگه مغز درست کار نمیکنه، چند تا سیمت سوخته. خب این نگاه خیلی مهمه که به چه صورت هستش. وقتی که باش داریم حرف میزنیم خودمون مشغول کار دیگه نکنیم. الان دارم باش صحبت میکنم، ظرفم هم بشورم، الان دارم صحبت میکنم، ایمیلم هم بفرستم الان. نه، میتونیم ازش بپرسیم که اگه اجازه میدی من 10 دقیقه کارم مهمه انجام بدم، بعد برمیگردم، تو میشی کانون توجه، همه وقتم برای توه. بعد اون یاد میگیره، از ما داره الگو برداری. بله. کلی یاد میگیره. نوجوان من فکر نمیکنم هر چقدر اگه حالت تهاجمی داشته باشه بگه نه الان باید همین الان برگردی. البته چرا، من یکی دو مورد دیدم این کار کردم، ولی خب بازم راه حل داره. ولی منظورم این که یاد خاطرات میفتن. بله. نستان در خونه خودم. منظورم که بهترین راهش این میتونه باشه که ازش بپرسیم الان متوقف کنی و برگردیم. و موارد دیگه، به دنبال کشف عواطفش باشیم، دنیاشو بخوایم کشف کنیم، پیدا بکنیم، به حرکاتش توجه بکنیم، حرکت چشمش، لرزیدن دستش، مشتا رو بعضی موقع گره میکنن، دست به سینه وای میستن. البته هر دست به سینه دلیل خاصی نداره، ممکنه به قول شما طرف سردش باشه، سردش باشه، اون گوشه وایساده باشه. آره، دست بهش توجه بکنیم و از اون طریق بتونیم در واقع به دنیاش وارد بشیم و وقت واقعی رو باش بذاریم. حرفش رو قطع نکنیم. حرفش رو قطع نکنیم. و چیزی که خیلی خیلی مهمه در انتهای در واقع صحبت، گفتگوها، میتونیم بهش بگیم که حالا بعد از اینکه همین اتفاق افتاد، حرفتو زدی در با طمأنینه در آرامش، آیا دلت میخواد نظر منم بشنوی؟ نه اینکه حالا نظر من اینه. آره. دلت میخواد نظر منم بشنوی؟ فکر منم بدونی؟ درسته. اگه گفت بله ادامه بدیم، گفت نه همونجا قطعش بکنیم. درست. اگه گفت بله ادامه بدیم. بله. حتما در رابطه با این موضوع در برنامه بعدی صحبت خواهیم کرد. بله. خیلی ممنون ترم جان از وقت، فرصت و همه این همکاری که انجام دادی. میگه مرا امید وصال تو ای خداوند زنده نگه می‌دارد. مرسی از شما و مرسی از این صحبت‌های بسیار زیبا. خدا نگهدار. خدا نگهدار.